سلام دوستان، چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال AR بورس در خدمت هستم. دوستان تو این جلسه اومدیم با آموزش اندیکاتور CCI و نحوه سیگنال گیری ازش. دوستان اندیکاتور CCI و آموزش شما به دو بخش تنظیم کردیم. یه بخش نحوه سیگنال گیری بر اساس خط میانی و قسمت دومش رو میذاریم واسه واگرایی، چون اگه بخوام دوتاش رو توی یه قسمت توضیح بدم طولانی میشه و شما قاعدتا خسته میشین. خیلی خوب دوستان، قبل اینکه بریم سراغ آموزش لطف کنید اگه کانال منو سابسکرایب نکردین همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش یه دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن هستش، روی اون گزینه کلیک کنید و زنگوله بغلش هم روی آل تنظیم کنید که لطف بزرگی به من کردین. خیلی خب، من یه چند لحظه ویدیو رو نگه میدارم تا شما سابسکرایب کنید. خب دوستان اگه سابسکرایب کردین بریم سراغ آموزش. دوستان برای اضافه کردن اندیکاتور CCI ما چارت سهم رو باز میکنیم مثل بقیه موارد. دوی این گزینه اندیکاتورز کلیک میکنید، اینجا لیست اندیکاتورهایی که ازش میاد. توی قسمت سرچ می نویسین CCI. CCI که بنویسین یه گزینه واسه تو نمایش داده میشه، Commodity Channel Index. اینو باز میکنید و اندیکاتور CCI به چارت شما اضافه میشه. حالا من بیام اینو یه دست بزرگش بکنم. افرو. خب دوستان، اندیکاتور CCI دارای سه بخشه. یکی بخش اعداد سمت راست که یه جورایی بیش خرید و بیش فروش ها رو مثل RSI به ما نشون میده، یکی خط روند و دیگری این محدوده بین منفی 100 تا مثبت 100 یکم رنگیش درد تره. خیلی خب، حالا اینا چی رو به ما نشون میدن؟ دوستان اگه یادتون باشه تو RSI من یه توضیحاتی داده بودم، اینم تقریبا میشه گفت شبیه اونه. راستی اگه RSI رو ندیدید آموزشش رو برید حتما ببینید، چون تو اکثر مواقع اندیکاتور CCI و RSI با هم دیگه خیلی سیگنالای خوبی میدن. خب بریم توضیحات رو شروع کنیم. دوستان ببینید، اینم مثل RSI یه محدوده عددی داره. واسه RSI از 30 تا 70 بود این وسطش محدوده میانیش، واسه CCI از منفی 100 تا مثبت 100. خب واسه سیگنال خرید گرفتن از CCI خیلی راحت میتونید ببینید دوستان، زمانی که خط روند CCI از منفی 100 پایین تر باشه و بیاد این محدوده مقاومتی منفی 100، ببینید این منفی 100 و مثبت 100 به عنوان محدوده های حمایتی و مقاومتی عمل میکنن همیشه. ببینید اینجا به عنوان محدوده حمایتی عمل کرده، اینجا میشه گفت به عنوان محدوده مقاومتی عمل کرده. پس این 100 و منفی 100 به عنوان محدودهای حمایتی و مقاومتی عمل میکنند. پس موقع سیگنال گیری باید توجه داشته باشیم وقتی خط روند از منفی 100 کمتر باشه، پایین تر باشه و رو به بالا منفی 100 و بشکونه، سیگنال خرید صادر میکنه. الان من میام چند جا رو علامت میزنم واسه تون. ببینید دوستان، اینجا روند سهم نزولی بوده تا اومده رسیده به این کندل بزرگی که زده. دوستان ببینید اینجا سهم برگشته ولی سیگنال خرید رو هنوز نداده با این کندل بزرگ. دوباره فرداش یه کندل دیگه زده. ببینید دوستان اینجا اومده محدوده 100 رو شکونده. اگه شما از این اندیکاتور استفاده می‌کردین میتونستیم یه نوسان حدود 10-15% توی این نقطه بگیریم. حالا بریم روی نقطه دیگه که سیگنال خرید داده باشه.
اینجا روند سهم نزولی بوده تا رسیده به محدوده 100. ببینید اینجا سهم یه جورایی حمایت شده، البته خط منفی 100 شکونده اومده پایین تر، ولی ببینید دوباره برگشت و توی این نقطه سیگنال خرید داده. ببینید اینجا راحت میتونستیم ما سهمو بخریم و چیزی حدوده تا سیگنال فروشش ببینیم کجا بوده. ببینید سیگنال فروش اینجا بوده، چیزی حدود 20% سود کنیم از این سهم. حالا این سیگنال خرید معتبرترش بود که خط روندی بیاد از سمت منفی 200 به سمت منفی 100 حرکت کنه و مقاومت منفی 100 رو بشکنه. این یه سیگنال معتبرتریه. ولی میایم یه سیگنال دیگر هم در نظر میگیریم. زمانی که خط روند به سمت منفی 100 حرکت میکنه ولی با تاچ کردن منفی 100 حمایت میشه و دوباره برمیگرده به سمت مثبت 100. ببینید اینم سیگنال خرید میشه، ولی سیگنال خریدش خیلی کوتاه‌تر و اعتبارش از سیگنال قبلی کمتره، ولی اینم میتونیم به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم. خب حالا سیگنال فروش به چه صورته؟ ببینید سیگنال فروش هم دقیقاً برعکس همین توضیحاتی که من دادم. زمانی که میایم اینجا رو در نظر میگیریم، ببینید زمانی که خط روند از مثبت 200 به سمت مثبت 100 حرکت کنه و این خط رو بشکونه و این خط حمایتی مثبت 100 رو بشکونه، میتونه سیگنال فروش باشه. و زمانی که خط روند به مثبت 100 برخورد کنه و خط مقاومتی مثبت 100 رو تاچ کنه و شروع کنه برگشتن به سمت صفر، سیگنال فروش صادر شده. پس سیگنال فروشش هم دقیقا شد برعکس توضیحاتی که تو سیگنال خرید دادم. تو سیگنال خرید گفتیم زمانی که از سمت منفی 200 به سمت منفی 100 حرکت کنه و این خط مقاومتی منفی 100 رو بشکونه میشه سیگنال خرید. زمانی که به خط حمایتی منفی 100 برخورد کنه و واکنش نشون بده و برگرده به سمت صفر، بازم میشه سیگنال خرید. زمانی که از مثبت 200 به سمت مثبت 100 حرکت کنه و خط حمایتی مثبت 100 رو بشکونه میشه سیگنال فروش. و زمانی که به خط مقاومتی مثبت 100 برخورد بکنه و تغییر روند بده و به صفر نزدیکتر بشه، باز هم میشه سیگنال فروش. خب دوستان، این راجع به سیگنال های خرید و فروش بود. تو جلسه بعد میایم راجع به واگرایی ها توی CCI صحبت میکنیم. خب ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید. فقط خواهش میکنم اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، این ویدیو رو یه لحظه بکشیم بالا، زیرش یه دکمه سابسکرایب روی اون گزینه کلیک کنید که لطف بزرگی به من کردین. خب اینم بود از آموزش امروز. فعلا شب و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.